بینندگان عزیز و شریف، سلام و درود بر شما. خبر میرسه به حواله نشریه الجریده چاپ کویت که یک هیئت امریکایی با جت شخصی به تهران فرود آمده است. جنرال کوریلا، فرمانده ارشد نیروهای امریکایی، به خاطر رهبری جنگ ائتلافی و منطقه‌ای در برابر ایران وارد تلویف شد و گزارش که قبلا رسیده بود محموله موشکای اسکندر روسی به تهران رسیده است. اول اکسیوس، مرجع خبررسانی مطلع، گفته است که یک جنرال بلندپای امریکایی در حالی که امریکا و اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله احتمالی ایران هستند وارد خاور میانه شده است، با دلیل از این که غرب مطمئن است که ایران فردا به اسرائیل حمله خواهد کرد. یعنی منظورشان روز دوشنبه است. دو مقام امریکایی گفتند که جنرال امریکایی مسئول نیروهای خاور میانه روز شنبه در جریان آمادگی برای حمله مقابله با آمادگی های ایران وارد منطقه شده است. یادم مایکل کوریلا است که ما شما میشناسیم و سفر یادم به منطقه قبل از تشدید روابط اخیر بین اسرائیل، ایران و حزب الله برنامه ریزی شده بود، اما مصادف شده با یک اتفاق بسیار مهم. اما انتظار میره که کوریلا از این سفر، از این فرصت برای بسیج همو ائتلاف بین المللی قبلی و منطقه‌ای که از اسرائیل در 13 اپریل دفاع کرد در موج اول حملات موشکی و پهپاد ایران، آلیم از همون فرصت استفاده بکنه، ائتلاف برای دفاع از اسرائیل شکل بده. سه مقام امریکایی و اسرائیل گفتند که انتظار میره ایران تا روز دوشنبه و اسرائیل حمله کند. خب انتظار میره، یعنی مثلا قید نگذاشتن. همزمان دومین هواپیمای نو ایلیوشن روسیه حامل تجهیزات سنگین نظامی از مسکو در تهران به زمین نشسته است. ما قبلا یک گزارش کردیم که یک تئوری بزرگ دیگه آمده بود، اما قبل از انتشار گزارش های در مورد ایلیوشن 96 ما گزارش کردیم در برنامه قبلی، گزارش آل مبنی بر فرود هواپیمای دیگه در ایران منتشر شده است. با گزارش NBC، ایران موشکای شبه بالستیک اسکندر از روسیه دریافت کرده است. اما موشکایی که ما شما دربارش در جریان جنگ اوکراین و روسیه بسیار شنیدیم و در نبرد اوکراین بسیار آزمایش شده است. هواپیمای به اصطلاح انتقالاتی یا ترابری IL-76 روسیه دیروز اولین محموله سامانه موشکی اسکندر و تهران تحویل داده است. همکنون و تحرکات و آمد و رفت های مقامات منطقی هم به تهران آغاز شده. در تازه ترین مورد وزیر خارجه اردن وارد تهران شده است. یعنی در آخرین ساعات و اینا منطقه کوشش میکنن که از جنگ جلوگیری بکنن. در این حال یک روزنامه کویتی مدعی شده که امریکایی‌ها مخفیانه به ایران پرواز کردند و از جنگ هشدار دادند که به اسرائیل حمله نکنید، این بازی که نتانیاهو برای انداخته شما را تکرار نکنید. ایره روزنامه کویتی الجریده ادعا کرد که مقامات امریکایی مخفیانه به ایران سفر کردند، از احتمال یک جنگ بزرگ هشدار دادن و گفتن که چون این جنگ بزرگی را امریکا نمیخواهد. روز پنجشنبه هیئت امریکایی، حتی روز پنجشنبه مطابق گزارش، هیئت امریکایی با یک جت شخصی از ترکیه به استقامت ایران پرواز کرده است.
یوه پیما در نزدیکی تهران به زمین نشسته و در اونجا نشست 2 ساعته با نمایندگان اطلاعات و سیاست خارجی ایران برگزار شده بود. طرف امریکایی در این دیدار به مقامات ایران گفته است که نتانیاهو اساسا طرفدار راه اندازی یک جنگ بزرگ منطقه‌ای است که این منطقه را نابود میکنه. امریکا از سوء قصد و اسماعیل هنیه اطلاع نداشت. نتانیاهو گفت از کنترل خارج شده، بایدن نمیخواه با ایران بجنگه. از در عوض بایدن از نتانیاهو ناراضی است. اگر به اسرائیل شما حمله کنید ما ناگزیر و دفاع هستیم. اما پیش و پیش برای شما خبر میدیم که خواهان یک جنگ بزرگ در منطقه نمی باشیم. این آیت امریکایی به ایرانی ها میگه. خب در خود اسرائیل خیلی جنجال و تنش زیاد شده، مردم بسیار استرس دارن و خیلی وضع غیر عادی است که در تاریخ اسرائیل این رقم دیده نشده. یعنی در جبهه داخلی با توجه به تشدید تنش‌های امنیتی با تمام شهرک نشین‌های مرزی توصیه شده که لوازم اولیه ضروری خود شامل آب و غذا و یک رادیو با بطری و یک به اصطلاح دستگاه چارج موبایل و چراغ دستی و از این قبیل و جبهه کمک‌های اولیه را برای آمادگی به وضعیت اضطراری تهیه بکنن و برن آماده باشن تا به پناهگاه ها بخزند. در حادثه دیگه که در فلسطین اشغالی اتفاق افتاده بود، یک کسی در یک حمله کرده بود بالای اسرائیلیا با چاقو که 5 نفر مجروح بسیار سخت بر جا گذاشتند و معلوم نشده که کسی که به اصطلاح ضارب بوده در کجاست و به چه ترتیبی است. منتها 5 نفر زخمی ساخته. حتی در یک گزارش ما داشتم که این حمله انتحاری صورت گرفته که تا فعلا ما ایره راستی آزمایی نتانسته. کیم دات کام تاجر و فعال آلمانی همیشه چیزای کوتاه می نویسه، مهم می نویسه. گفته است که صلح عادلانه تنها امید اسرائیل بود، که نیمه یک صلح عادلانه یعنی حیات اسرائیل بیمه شود. اما جنگی که حالا اگر آغاز می شود پایان اسرائیل خواهد بود. ترامپ به غم جان خود است و فقط یک بار گفته بود که اگر ما به مرای بتن من رئیس جمهور باشم اصلا جنگی در نمیگیره و فقط منتظر است که روی صحنه بیا و کار تمام بکنه. معلوم نیست چی کاری. اما یک جنگ بزرگ در خاورمیانه به طور فزاینده واقعی است. گزارش هایی که میه از امریکای خواسته شده که لبنان به هر وسیله لازم است ترک کنه یا برای مدت طولانی برای خود یک سرپناه جستجو کنن. کانادا، کشورهای فرانسه، آلمان، همه تمام اتباع خود از لبنان بیرون کردند. سفارت امریکا در بیروت از شهروندان امریکایی خواسته که با هر پروازی که شما می توانید از لبنان خارج شوید. حتی اگر فورا حرکت نکنید یا مسیر مناسبی را به اصطلاح شما در پیش نگیرید، در هر حال برای خروج حتما باید اقدام بکنید. اگر پولی برای بلیت ندارید، برای تکت، به خاطر کمک مالی در قالب وام از سفارت قرض بگیرین. برین در سفارت بر شما پول قرض بده که خدا بکشه. با این اندازه یک حالت استیجالی را اینا نشان میدن. سفارت هشدار داده که نباید روی تخلیه توسط نیروهای مسلح امریکا شما حساب بکنید. امریکا نیروهای ارتش مسئول خروج شما از لبنان نیست، خودتان بیرون شوید. با کسایی که هنوز تصمیم دارن در اونجا بمانند دستور داده میشه که یک برنامه در دستور کار خود داشته باشند که بر مدت طولانی بتانن خود از گزند جنگ مخفی کنند. تحلیلگر شبکه الهوار گفته است که سایه ترس و نگرانی
در اسرائیل کاملا مسلط است. پیشتر که من اشاره کردم، حالا دکتر نیهاد خنفر، استاد حقوق و تحلیلگر سیاسی در شبکه الهوار، گفته است که کل کسانی که در اسرائیل به سر میبرند، ساکنان و جامعه اسرائیل میگن که ترس و استرس بسیار شدید بر ذهنیت ها و روان ها حکم فرما شده است. هراس فراگیر تبدیل به اضطراب فراگیر شده است. زیر ساخت های اسرائیل کاملا در هم ریخته. منظورش از در هم ریختن زیر ساخت هایی است که تأسیسات و مثلا یک هنجار معمولی که در تولید و عرضه در بازار بود، زندگی در خط خود به شکل عادی پیش می رفت، به هم ریخته است. پنتاگون گفته است وزارت دفاع امریکا در حال استقرار ناوها و جتای جنگی بیشتر در منطقه است. هرچه ناوبر و ناوشکن داره به طرف دریای مدیترانه و خلیج فارس سوق داده است تا به توان دفاعی اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران و گروه های همبازو با ایران کمک بکند. خب نمیشه چیزی گفت که چی اتفاق میفته. به نوبه خود بریتانیا گفته است که در حال اعزام پرسنل بیشتر نظامی و کنسولی و نیروهای مرزی برای کمک به هر گونه نحوه خروج اتباع بریتانیا از لبنان است. اما شهروندان خود ترغیب میکنند تا وقتی که پروازهای تجاری در جریان است، لبنان شما ترک بکنه. دو کشتی نظامی بریتانیا در منطقه نزدیک شده و نیروی هوایی بریتانیا هلیکوپترهای ترابری را به حالت آماده باش در آورده است. به این رقم یعنی جنگ جهانی شما چرا میگید؟ جنگ جهانی یعنی همین آمادگی به جنگ منطقه‌ای، جنگ منطقه‌ای که جهانی هم میشه. این زنده بودیم، این دیدیم. بایدن در گفتگوی تلفنی با ناتانیاهو گفته که زیاد برام جفنگیات نگو. پیرمرد خسته هم است، درست و به اصطلاح حافظه‌ش هم گیرش نداره. به حواله تایمز اسرائیل گفت در گزارشی که از شام یک شنبه نشر شد، گفته که جو بایدن در تماس تلفنی روز پنجشنبه با ناتانیاهو گفته که یاوگویی بر من نکن. اون ناراض است به خاطر از اینکه مذاکرات با حماس کمی پیشتر رفته بود در مورد مبادله و آزادی زندانیان امریکایی که ترور اسماعیل هانیه در تهران او بندوبست مختل کرد. اخبار کانال 12 اسرائیل در گزارش خود بدون ذکر منبع گفته است که بایدن وقتی به ناتانیاهو اطلاع داد اسرائیل در حال مذاکره با درباره گروگان ها در ازای آتش بس و به زودی حیاتی را روان میکنه. یک بار اطلاع رسیده که همه چیز بر هم خورده، در تهران ترور صورت گرفته و برنامه ریزی بایدن باطل شده است. در گزارش گفته شده که بایدن در پایان گفتگو به طرف مقابل گفت که رئیس جمهور امریکا تا ابد در اینجا نیست. شما یک کار بکنید که خود از این منجلاب بکشین و ما را بخی کاملا سر کار گذاشتین. در فاصله شب 13 آوریل، یعنی موج حملات ایران، اول موج اول وعده صادق، بایدن قدرت های منطقه ای را بسیج کرده بود تا به دفع حمله موشکی پهپادین به اسرائیل کمک کنه. واقعا دفاع هم کردن. حالا ناتانیاهو این ظاهرا طوری در گزارش گفته میشه که یعنی امریکا از ترور رهبر حماس خبر نداشت، این کار ناتانیاهو بود و مخاطر در رابطه با گفتگوی خصوصی خود با یادم
این تو چیزهای برش گفته، به اصطلاح مشاجره در گرفته. دفتر نتانیاهو و نوبه خود گفت که ما در این باره ابراز نظر نمی کنیم. خب یعنی گفته دیگه، خوب شد ابراز نظر نمی کنیم، چون این گفتگوی تلخی بینشان صورت گرفته. در بیانیه ادعا شده که نتانیاهو به طرف مقابل گفته که در سیاست های امریکا ما مداخله نمی کنیم، با هر کسی هم که به ریاست جمهوری در امریکا روی صحنه بیاید ما همکاری میکنیم، از امریکا هم توقع داریم در سیاست اسرائیل مداخله نکند. این در حقیقت رویارویی اگر واقعیت داشته باشد، به می ادبیاتی که من خدمت شما گفتم، نتانیاهو گفته باشد به بایدن، یعنی آیندهش کاملا دیگه گفته ما شما مرچ سرخ است اگر واقعا باشد. خب همزمان نیویورک تایمز در گزارش نوشت بایدن در گفتگوی تلفنی گفته که ترور اسماعیل هانیه در روز چهارشنبه در ایران بسیار در یک موقع بد صورت گرفته، که ما در یک طرف مقدمات یک آتش‌بس پروتکلی را برای آزادی گروگان ها تا یک جای رسانده بودیم، زمانی رخ داده که امریکا امیدوار بود که گام آخر در مورد آزادی گروگان ها برداشته شود، که چنین کار شما کرد. یعنی برای صدر اعظم اسرائیل گفته شما چرا خودسرانه عمل کردی. ایران میگه خودسرانه نیست، برنامه ریزی مشترک اسرائیل و امریکاست. آل نیویورک تایمز اینطور گزارش میدن و تایمز اسرائیل. نیویورک تایمز با استناد به یک مقام که نامش گرفته نشده در امریکا گفته که بایدن گفته عملیات ممکن است موجب جنگ منطقه‌ای شود، کلان میشه. خب در گزارش از روی اظهارات علنی اخیر دفتر نخست وزیر اسرائیل به اصطلاح تعلل در مذاکرات رد کرده، گفته که ما مذاکره میکردیم، حماس هرگز به پیشنهادات و به توافقات گردن نمی گذاشت. با ما چی این نشد؟ با این خوب وقتی که مذاکرات خراب شد ما نمیم حماسی کار کرد، دالی که تمامی پیشنهادات مقدمات و پروتکل از طرف خود نخست وزیر اسرائیل رد شده و امو لحظه امو روز هم گفته که از طرف ما رد است، ما قبول نداریم. کلش در حافظه گوگل است. روزنامه تلگراف هم در گزارش یک شنبه خود با استناد به یک مقام ارشد اسرائیلی گفته که از 21 جولای، یعنی تقریبا در روز پیش یا بیشتر، که بایدن تصمیم به کنارگیری از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2024 گرفت، نتانیاهو تغییر کرد. از امو تاریخ خود برای یک حمله هوایی و یا ترور در تهران آماده کرده بود و احساس آزادی میکرد.